سرخط خبرها و مهمترین ها. درگیری دو خانواده به اثر کودکان در ننگرهار، یک دکتر کشته شد. شبکه همبستگی زنان ترک‌تبار کشور، در رژیم 3 ساله طالبان حقوق بشر نقض شده است. ملا برادر عازم ازبکستان شد. و همچنان در پایان خبر کمین اکنون درباره عبدالحمید خراسانی به دسترس ما قرار گرفت. مشروع خبرها. منابع محلی در ننگرهار میگویند که در پی درگیری میان دو خانواده به اثر کودکان در این ولایت یک دکتر کشته شده است. منابع گفتند که رویداد ناوقت روز چهارشنبه 7 سنبله در منطقه وزیر ولسوالی خوگیانی رخ داده است. با گفته منابع، این دکتر جوان در پی درگیری خانواده‌اش با یک خانواده دیگر به اثر کودکان کشته شده است. بر اساس اطلاعات منابع، فرد کشته شده به عنوان دکتر در این منطقه کار میکرد. مسئولان محلی طالبان در ننگرهار تاکنون در این مورد چیزی نگفته است. 3 روز پیش نیز در پی درگیری میان دو خانواده پس از دعوا بر سر زمین در ولسوالی پتیگوت این ولایت یک تن جان باخته و 2 تن دیگر زخمی شده بودند. شبکه همبستگی زنان ترک‌تبار کشور، در رژیم 3 ساله طالبان حقوق بشر نقض شده. شبکه همبستگی زنان ترک‌تبار افغانستان میگوید که در 3 سال سلطه طالبان در کشور حقوق بشر و طور گسترده نقض جامعه با بحران حقوق بشری روبرو شده است. شبکه همبستگی زنان ترک‌تبار افغانستان این اظهارات روز پنجشنبه با نشر اعلامیه در واکنش به ممنوعیت سفر ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان و قانون جدید امرالمعروف نهی از منکر طالبان بیان کرده است. این شبکه افزوده که طبق گزارش‌های شورای حقوق بشر سازمان ملل، محرومیت زنان از حقوق اجتماعی و آموزش، خشونت علیه زنان، کشتارهای تلافی جانه، محدودیت‌ها بر آزادی بیان، خشونت در برابر اعتراضات مدنی، نقض حقوق مدنی و سیاسی شهروندان افغانستان، محدودیت‌ها بر آزادی مذهبی، افزایش خشونت‌های مذهبی، افزایش خشونت‌های قومی و کوچ اجباری مهم‌ترین مصداق‌های نقض حقوق بشر در افغانستان است. ملا برادر عازم ازبکستان شد. هیئت از طالبان به ریاست ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای این گروه، برای اشتراک در مراسم گشایش مرکز تجارتی بین المللی ترمز به ازبکستان رفته است. معاونت اقتصادی ریاست الوزرای طالبان با نشر بیانیه در شبکه اجتماعی ایکس نگاشته که هیئت این گروه روز پنجشنبه عازم شهر ترمز شده است. بر بنیاد این بیانیه، این سفر به دعوت رسمی دولت ازبکستان صورت گرفته. از گفتنی است که بخش نخست این مرکز تجارتی بین المللی حدود 2 سال پیش به هدف توسعه همکاری های اقتصادی و بازرگانی میان بازرگانان دو کشور به برابرداری سپرده شده بود. طبق اطلاعات طالبان، قرار است با گشایش این مرکز بازرگانان افغانستان بدون ویزا وارد آن شده و در تو و تا 10 روز اقامت داشته باشند. این در حالی است که روز گذشته نیز هیئت از چندین وزارتخانه طالبان به ریاست هدایت الله بدری، وزیر معدن و پترولیم این گروه، عازم ترکمنستان شده بود. طالبان عبدالحمید خراسانی را خل سلا و زندانی کردند. منابع آگاه میگویند که طالبان عبدالحمید خراسانی یکی از فرماندهان پیشین این گروه را بازداشت و زندانی کرده است. منابع گفتند که طالبان خراسانی را به کمیسیون نظامیشان در کابل خواستند و سپس سوی را بازداشت کردند. با گفته منابع، خراسانی به دستور محمد حسن آخون رئیس الوزرای طالبان خل سلا و زندانی شده است. هرچند تاکنون به گونه دقیق دلیل بازداشت خراسانی معلوم نیست، اما منابع ادعا کردند که این فرمانده طالبان به خاطر اظهارات اخیرش درباره ایران بازداشت شده است. منابع افزودند که خراسانی از سوی شبکه قونی طالبان به شاخه قندهاری این گروه فروخته شده است. گفتنی است که عبدالحمید خراسانی، فرمانده قطعه بدری طالبان، چند پیش دولت ایران را کفری و ظالم خوانده و مردم ایران را مشرک و بدتر از یهود و نصارا خطاب کرده بود. او از جوانان مهاجر افغانستان خواسته بود تا ایرانی های ظالم را با مرمی و چاقو به قتل برسانند. قانون تازه طالبان حاصل انعطاف جهان ادامه اش. جلوگیری از ورود ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، به افغانستان کمتر از تصویب قانون جدید پیامد ندارد. بنت مسئولیت رسمی و قانونی در عالی‌ترین نهاد جهانی را دارد. ولی طالبان به مسابقه یک گروه مسلح غیر مسئول از ورودش به افغانستان جلوگیری میکند. این نیز ناشی از انعطاف به حد و حصر سازمان ملل در برابر این گروه است. طالبان در حال مانع سفر برجسته‌ترین عضو سازمان ملل به افغانستان میشوند که این سازمان چند قبل 3 نشست دوحه را در بس در اختیار این گروه قرار داد، تا جایی که زنان و جامعه مدنی در آن اجازه ورود نیافتند. مهمتر از آن، این روزها پرسش در باب آموزش دختران و دختران و زنان نیز منع شده است. ندا محمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی طالبان، در حال پرسش از آموزش دختران را منع میکند که چند قبل مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی رئیس وزرای این گروه، در یک برنامه زنده تلویزیونی در پاسخ به سوال خبرنگار در پیوند با آموزش دختران خنده اهانت‌آمیز کرد که باسا و وسیع در رسانه ها داشت. گفتارها و رفتارهای فوق نشان میدهد که طالبان بدتر میشوند، بهتر نه. شگفت‌انگیز این که ریز میردکالو، معاون سرمنشی سازمان ملل، نیز به قانون تازه طالبان واکنش نشان داده، در حالی که او برای خرسندی این گروه یک عالم انتقاد را به جان خرید و زنان و جامعه مدنی را از نشست دوحه حبس کرد
برای همین شهروندان افغانستان نسبت به رویکرد دولت‌ها و سازمان‌هایی که خود را مدافع حقوق بشر جا می‌زنند بدبین شده. از واکنش‌های سازمان ملل در برابر قانون اخیر طالبان جدی نبود. انتقاد اعضای این سازمان حول این محور می‌چرخید که طالبان با این اقدام روند ادغامشان در جامعه بین‌المللی را دشوار می‌سازند. می‌توان گفت سازمان ملل شاید در هیچ حالت به اعمال فشار جدی بر طالبان رضایت ندهد. سفر رضا تنبایی رئیس نما به قندهار جالب توجه جان می‌خواهد نشان دهد که در دفاع از حقوق زنان جدی است. گفته شد که او به خاطر دیدار با ملا عبدالله به قندهار رفته است، مگر اینکه ملای غایب زنستیز با قانون تازه تصویبش که شدید نظر زن است با یک زن آن هم درباره حقوق زن ملاقات میکند. دیدار اتون بایوا با ملا عبدالله بنبست را نمیشکند. رهبر طالبان از حجم واکنشها به نیکی آگاه و به انتقال آن از سوی اتون بایوا نیاز احساس نمیکند. فقط یک عامل میتواند عبدالله را از مرکب جهالت پایان کند، اعمال فشار از اکثری. اکنون وقت آن رسیده که دولت‌ها در رفتارشان در مواجهه با طالبان تجدید نظر کند. اگر واقعا مسئله دموکراسی و حقوق بشر، زندگی زنان افغانستان و مهار تروریسم برایشان اهمیت دارد، تحریم طالبان یکی از گزینه‌های مؤثر برای اصلاح این گروه است. البته مقام‌های این گروه در 3 سال گذشته پیهم ادعا کردند که تحت تحریم قرار دارند، ولی دریافت کمک‌های انگفت مالی و سفرهای همیشگیشان به کشورهای غرب و شرق خبر از تعامل گرم در جهان. اگر جبهه‌های مخالف طالبان حمایت لازم نمی‌کند، به تضمین رابطه با آنها در سطح خیلی پایین اقدام کند تا آژار به نشانی رژیم حیبت‌الله تلقی شود. اگر حمایت از نیروهای مخالف طالبان برای سازمان ملل و کشورها هزینه دارد، پشتیبانی از زنان، جامعه مدنی، رسانه‌های آزاد و هزینه‌آور نیست که این را هم تا این دم دریغ نکردند. حاصل کلام این که طالبان تا وقتی که فشار سنگین روی دوش خود احساس نکنند، قانون‌های ناعادلانه‌تر وضع خواهند کرد و جهان هم نظاره‌گر خواهد بود، چرا که این گروه گمان می‌کند دنیا فقط یک انتخاب دارد تعامل. این گمان طالبان را تبدیل به موجود متوهم و خودخواه کرده که مطالبات مردم افغانستان و دنیا را به پیشیزی معادل نمی‌داند. تصویب قانون امر بالمعروف نهی از منکر تا با محتوایی که صادر شده نشان داد که طالبان نه تنها تغییر نکردند بلکه تندتر از گذشته رفتار میکنند. واکنش ها به تصویب این قانون جدی بود تا جایی که برخی مقامات و سخنگران طالبان را مجبور به شکستن سکوت کرد. از دولت های غیر غربی گلهی نه، چرا که با حقوق بشر به ویژه حقوق زن میانه ندارند. دولت های غربی که ظاهرا خود را مدافع حقوق بشر میخوانند نیست، تا این دم برای رام ساختن طالبان کار جدی از پیش نبردند، اما واکنششان به تصویب قانون قابل توجه بود. اگر کشورهای غیر غربی به ویژه اسلامی هم موضع سره اختیار میکردند، میزان اثرگذاری واکنش ها بالا میرفت. جهان به ویژه سازمان ملل در 3 سال گذشته در مسیر تعامل با طالبان قرار داشت. بهتر از بگوییم که اوج تعامل جهان با طالبان را در این مدت شاهد بودیم. هیچ یک از کشورهای جهان به نیروهای مخالف طالبان روی خوش نشان ندادند تا خاطر این گروه آزرده نشود. از طالبان به مهمترین نشست‌های بین‌المللی دعوت به عمل آمد، تا جایی که برای خرسندی این گروه زنان و جامعه مدنی نیز نادیده گرفته شدند. تشکر که تا این دم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر و تازه‌ترین خبرها کانال را سابسکرایب و دایما لایک و با دوستانتان به اشتراک بگذارید. شب روزتان خوش.